درودی دیگر، درودی دیگر و درودی برتر. برنامه دیگر از زنجیر برنامه های دمی با شاهنامه، همدمی با شاهنامه رو پیشکش شما میکنیم. برنامه که در روز 29 ژانویه 2015 برابر با 11 بهمن ماه 3752 زرتشتی، 2722 مادی ایرانی، 2573 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1393 اسلامی و 1383 یزدگردی به دید شما و به آگاهی شما میرسه. روز ششم بهمن رو پشت سر گذاشتیم، از آنجا که روز ششم بهمن یکی از کمیابترین روزهایی که در تاریخ جهان میتونیم بشناسیم و سراغ داشته باشیم، فرا رسیدن این روز رو به همه خجسته باد میگم. روزی که دهقانان ما توانستند از زیر یوغ اربابان در بیان و به جایی که یک از پنج بهره بگیرن از کشت و کارشون، هر پنج رو بگیرن. و امیدوارم در این باره بخونید. و بیش از این، بانوان ما حق رأی دادن پیدا کردن و این دوتا آن چیزی بود که در 1341 در 15 خرداد آقای خمینی باش مخالفت کرد و شگفت‌انگیز بود که روشنفکرهای ما هم پیروی میکردند، روشنفکرهای دهه 40 و 50. امیدوارم که در آینده ما آموزگاران خوبی داشته باشیم و بتوانن از این رویدادهای خوش بهرهای خوش ببرند و نه اینکه این بهره خوش رو میبرند، که شاگردانی آموزش بدهند که بتوانن سیاست پیشه باشند، فرهنگ پیشه باشند، ادب پیشه باشند و پژوهشگر باشند یا فن پیشه باشند و به کارهای فنی بپردازند به جای سالهای دهه 40 و 50 که تنها آموزشگاه ها و دبیرستان های ما پر بود از آموزگارانی با دیدگاه های به ویژه چپ یا اسلامی که اینها می آمدند و مخشویی می کردند و کشور رو به این روز انداختند. سخن من تنها یادآوری و آرزویی خوش بر روز، این روز بر همه شما خجسته بوده و باشد و خواهد بود، چون دگرگونی که این روز در تاریخ ایران به وجود آورد و سامان داد، باور نکردنی کشاورزان مراتع تونستن نگهداری بشن، جنگل هایی که از بین میرفت و زغال میشد درست میشد، ریش شیرین بیان داشت از بین میرفت چون با شلاکریش درست میکردن و شیرینی درست میکردن و امروز سر جاش هست. آبها که سپاه دانش، سپاه بهداشت، کشاورزی، بیمه همگانی برای همه، اصل 17 بود که به ویژه کشاورزان میتوانستن همه زندگیشون رو از بیمه برخوردار باشن بر پایی همکاریشون. میپردازیم به داستان ضحاک، داستان مرداس رو میگفتیم، پدر ضحاک. در برنامه پیش گفتم که فرهنگ ایران به گونه است که هر کی کار خوب بکنه، اگر دشمنم باشه، ازش خوبی میگه، که من نمونه میگم در اینجا و در همینطور که پیش میریم براتون نمونه میارم. مرداس انسان خوبی بوده که در برنامه پیشین گفتیم و ابلیس میاد، شیطان میاد و با پسرش گفتگو میکنه، پسری که بسیار جهانجوی بوده، دوست داشته همه چی مال خودش باشه و به نام خودش، با اون آشنا میشه و ازش پیمان میخواد که پدرش رو از میان برداره. و ضحاک این رو که میشنوه چون این میگه چو ضحاک بشنیست، اندیشه کرد ز خون پدر، دلش شد پر ز درد، یا ز خون پدر شد دلش پر زدر. به ابلیس گفت این سزاوار نیست، دگر گوی کین از در کار نیست. این با اینکه بسیار جهانجوی بود و دوست داشت بدین گونه باشه، خیلی هم به درون نبود و یه دشواری های داشت، با این روز پدر است و گفتش که نه، این کار رو نکنیم. پیش از اون یادمون نره که شیطان به اون گفته تو باید پیمان ببندی. پس ببینید، آنچه که در فرهنگ ایران هست رای و داد و خرد، این رای بسیار ارزشمنده، گزینش با ماش. در آغاز شاهنامه میگه به فرمانها ژرف کردن نگاه، هر فرمانی که میاد گزینشش با ماست، ژرف نگاه کنین و سپس بپذیریم. اینجا هم ایشون پیش از این که از اون بپرسه، از شیطان بپرسه، از ابلیس بپرسه که چه میخوای بکنی، باش پیمان بست و در میان این مردمان
مردمان پشت ایران که اینها هم در کناری پشت ایران بودن، پیمان و پیمانی که از پیمان مهر مونده بسیار ارزشمنده و میبینیم که در آثار کهن ما در اوستا هست، در مهرگشت هست، میتونیم بخونیم که میگه پیمان که میبندی سر پیمانت باش، اگر که با دروغ وند یا دروغگو پیمان میبندی سر پیمان باید باشه. این انسان رایش رو از دست داده و این درس هایی که شاهنامه به ما میده. اگر نه ما آرمانمون از این برنامه نیست که شاهنامه بخونیم. من شاهنامه خوان نیستم، من شاگرد فرهنگ ایرانم و پژوهشگر شاهنامه هم و میام مشقامو با شما در میان میذارم و از شما هم آموزش میگیرم. بسیار سپاسگزارم پرسش هایی که میکنید درباره اینها پس از اون گفتگو خواهم کرد در پایان برنامه یا برنامه های دیگه، از پیوندی که با من دارید در فیسبوک و ایمیل هم هایی که دارید یا اسکایپ بسیار سپاسگزارم. به هر حال این چیزی که داره میگه، این پیمانی که داره میبنده پیش از شنیدن آرمان پیمان نباید بست. کاری که بستن و میبینیم که فردوس ازش در آمد، قرباقی ازش در آمد، خائنانی که در درازای تاریخ ایران همواره باید نامشون رو ببریم و امیدوارم که خانواده هاشون از کارهای نکه کردن برای ما بگن و دست کم خانواده هاشون آبرومند باشه. اگر فامیلیشون هم برم دگرگون کنن عوض کنن فایده نداره، باید بگن که این روشن بشه و مردم به اینها به روی دیگری نگاه کنن. پس پیمان اومد با این بس، پس از اینکه پیمان بس بهش گفت چه کار باید بکنی؟ گفت باید پدرتو بکشی تا بتوانی به فرمان راهایی برسی. ضحاک دلش پرز خون شد چون مرگ پدر چیز دیگری بود و دیگر گوکین از در کار نیست. بهش گفت یه چیز دیگر بگو. شیطان یا ابلیس بدو گفت گر بگذری زین سخن، به تابیز سوگند و پیمان زبون. در جاهای اومده بدو گفت گر بگذری زیر سخن، به تابیز سوگند و پیمان من، بماند بگردن سوگند و بند، شوی خار و ماند پدر ارجمند. پس این پرداخت به اون سوگندی که بست به خورده بود و پیمانی که بسته بود. باز من بگیش به جوانان پیشنهاد میکنم که پیمانی که داریم میبندید، هر گونه پیمانی هست، پیرامونش بیاندیشید، چون کسایی که سنشون بیشتره شاید بیشتر بیاندیشن. جوان ها هم خواهش میکنم این کارو بکنن، ببینید در دوره گذری که امروز داریم، این دوران گذر سر راه ما هست. در یک چند سال، یکی دو سال آینده ما دگرگونی بدون برو برگرد در ایران خواهیم داشت. خواهش میکنم گذشته را از یاد نبرید، چیزی رو بر نگذینید که کشور پریشان بشه و پراکنده بشه و از میان بره. این انسانی که پیمان بسته اینک پاسخش رو از شیطان میشنوه که اگر تو بگذری از این پیمانی که با من بستی، این پیمان برگردن میشه میمونه و تو خار میمونی. به ماند بگردند سوگند و بند، شوی خار و ماند پدر تنجمن. سر مرد تازی به دام آورید، چنان شد که فرمان او برگزید. پس با شنیدن این از اون پذیرفت که باشه تو درست میگی و من پیمان میکنم، آن چیزی که تو گفتی دنبال میکنم. و از ابلیس پرسید، بپرسید کین چاره با من بگوی، چه روی است این راه بهانه مجوی. میگه دیگه حال که اینجوری شده به من بگو. در شاهنامه ها، در نوشته های دیگه اومده میگه که چاره رو من بگو و از این راه دیگر نشو. برای نمونه میپرسن، میخونم براتون، بپرسید که چاره با من بگو، چه روی است و این راه بهانه مجوی. یا بپرسید که این چاره با من بگو، چه روی است راه و بهانه مجوی. یا یکم دیگه، یکی دیگه هم هست میگه بپرسید که این چاره با من بگوی، نتابم ز راهی تو من هیچ روی، و از پیمان تو بر نمیگردم، خب به من بگو. پس اینو از او پرسید. بدو گفت من چاره سازم تو را. ابلیس، ابلیسی که گیرش انداخته، سر مرد تازی رو به دست برده، پیمانم باش بسته. بدو گفت من چاره سازم تو را، به خورشید سر برفرازم تو را. من چاره کار تو رو درست میکنم و سرفرازت میکنم، تو در کار خاموش میباش و بس، نباید مرا یاری هیچ کس، چنان چون به باید بسازم تمام،
تو تیغ سخن را سوسی تیغ سخن سخن بر مکش از نیام. این دوتا سرودی که خوندم در بسیاری از شاهنامه ها نیامده، در امیر کبیر هست. خب پس گفت تو کاری نکن، من میدونم دارم چه کار میکنم. اینک میپردازه شاهنامه، یک دوربین دیگه میبره یه جای دیگه میندازه و نگاه میکنه در جای دیگه. یکی از ویژگی های شاهنامه اینه که یک پرده، یه صحنه، یه رویداد رو برنامه‌ریزی میکنه، پس از اون مانند درست مانند فیلم ها میبره جای دیگه. من با یه سینماچی گرامی گفتگو میکردم، میگفت شاهنامه به من یاد داد که من چگونه دوربین جابجا کنم، چجوری صحنه پردازی بکنم. چون انگیزه هم داشته در شاهنامه، هنگامی که ما پس از اسلام میاد، پس از آمدن تازیان میاد، نقاشی کردن و مجسمه سازی و تندیس سازی و پیکر سازی اینا ممنوع بوده، شدنی نبوده، و شاهنامه همه این بارها رو به دوش گرفته، هم کار شعر رو کرده، هم تندیس سازی، هم صحنه پردازی رو، چون نمایش هم نبوده. خب آن پادشاه یک جای داشت، من آن پادشاه را که میگم شاهنامه رفت جای دیگه، من آن پادشاه را در اندر سرای یکی بوستان بود بس دلگشای. یه بوستان دلگشایی داشت در اون سرایی که زندگی می‌کرد. سرای یعنی خانه، آن چیزی که ما بهش میگیم خانه یعنی اتاق، چم اتاق، و اتاق هم ایرانی نیست، ما خانه داریم، یعنی اتاقایی که ما میگیم خانه خواب، نه اتاق خواب، و سرای داریم مانند کاروان سرای، یعنی سرای کاروان ها، و مهمان خانه هم داریم، یعنی خانه، اتاقی که برای مهمان ها هست، که این کاروان سرای و مهمان خانه یه خود باید دگرگونی داشته باشه، کاروان سرای بزرگتر از مهمان خانه بود. خب پس این پادشاه برگشته بهش میگه این مرداس که اون انسان خوبی بود و گاو داشت و گوسفند داشت و مردم یاری میداد، یک باغی داشت که در این باغش چه میکرد؟ خب بسیاری چیزها داشت و این شب هنگام میرفت در اونجا به نیایش میپرداخت. گرانمایه شبگیر برخواستی ز بهر پرستش بیاراستی، آراسته میشد که بره به نیایش. سر و تن بشستی نهفته به باغ، پرستنده با او نبردی چرا. و این هنگامی که میرفت برای نیایش، در شاهنامه های اومده، حتی امیر کبیر آمده که ببردی چرا، نباید ببردی چرا باشه، شایدم روی اون چاله رو پوشونده بودن و اگه چراغ هم بود خب نمیدیدن، با این روی این باش چراغ نبرد و خودش هم نرفت، چون تنها میرفت. پرستنده با او نبردی چرا؟ چرا؟ چون همیشه هر جا میرن اینا پرستنده و پرستار و بادیگارد دارن، در اونجا با خودش این کارو نمیکنه و با خودش نمیبره. سرتن بشستی نهفته به باغ، پرستنده با او نبردی چرا؟ بیا ورد وارونه ابلیس بند، یکی ژرف چاهی به ره بر بکن. پس ابلیس وارون آن ژرف چاه به خاشاک پوشید و بسرد راه. پس این که میرفت یه چالی در سر راه این کن و به پسرش هم گفته تو کار نداشته باش، من برنامه ریزی میکنم و ترتیب کارها رو میدم. چالی کند و این پیرمرد یا این مرد رفت. هنگامی که میرفت اونو دیگه نمیدم. سر تازیان بهتر نامجود شب آمد سوی باغ بنهاد روی. پس این سر تازیان هنگامی که شب آمد به سوی باغ روی نهاد که بره نیایش بکنه. سر تازیان مهتر نامجوی شب آمد سوی باغ بنهاد روی. به چاه اندر افتاد و بشکست پست شد آن نیک دل مرد یزدان پرست. این هنگامی که شب هنگام شد آمد و رفت اونجا. پس این هم باز درس دیگه که میده، اگر ما به نیایش میرویم، به ستایش میرویم، به دیدار میرویم، باید به گونه‌ای برویم که پیش پامون رو ببینیم. اگر ما باور داریم به یک مرد روحانی، باور داریم به یک آدم دانشمند، باور داریم به یک کسی که در زمینه‌های کار میکنه، چراغ دانش با خودمون ببریم. این استش که فرهنگ ایرانی میگه که شما تفنگ بر ندار، شمشیر بر ندار، چراغ بیفروز. در تاریکی چراغ بیشتر از شمشیر کار میکنه. باید دید. پس رای و داد و خرد و ژرف بینی و بی دیدن، خود دیدن. بر روی به چاه اندر افتاد و بشکست پس شد آن نیک دل مرد یزدان پرست. شد یعنی از میان رفت و گذشت. به هر
هر نیک و بد شاه آزاد مرد، به فرزند بر نازد باد سرد، همی پروریدش به ناز و برنج، به دو بود شاد و به دو داد گنج. چنان بود گوهر شوخ فرزند را، بگشت از ره داد و پیوند را. به خون پدر گشتم داستان، ز دانا شنیدم من این داستان، مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. این بخش پایانی اندرزیه که با ما میده، میگه این مرد نیکتل رفت، این هر کاری که توانست برای فرزند کرد، ولی این فرزند آموزش بد دید، یه اندکی که کم مهری در تنش بود، در اندیشش بود، چون اندیشه پرورش نیافتاده بود، توانست ابلیس و بدی ها و آز و طمع بر اون چیره بشه و بیاد به خون پدرش دست ببره. من از دانایی شنیدم که چون این فرزندی شاید رازی در نزد مادر داره، که هر روی من بیشتر از این نمیخوام بشکافم. فرومایه ضحاک بیدادگر، بدین چاره بگرفت جای پدر. به سر بر نهاد افسر تازیان، پریشان ببخشید سود و زیان. یا پریشان ببخشید سود و زیان. پس ببینید، آغاز میشه داستان ضحاک از این هنگام که داره میاد سر کار. این انسانی که پدرشو کشته، یک بار روحانیون ایرانی، موهای ایرانی هنوز میدونیم بسیار پیش از زرتشته، و نظامیان ایرانی شاهجوی میرن اینو میارن. ببینید این مانند سال 57 نیست؟ البته خب کتابی به نام پشت پرده های انقلاب هست که من پیشنهاد میکنم بخونید، بسیار روشنگری میکنه که بچه های اومفری که آمدند و کارهای ناجور کردن، یا کسانی مانند چمران و احمد خمینی، آقای احمد خمینی، آقای چمران و اینهای دیگه که آمدند و سردمدار شدند، یا آقای صادق طباطبایی، اینها کسایی بودند که دوره چریکی دیده بودند، آقای یزدی و همافرهان در امریکا به گونه‌ای پرورده شده بودند که برای همچین روزی آماده بشوند. به هر روی سران کشور مانند فردوست خائن و قره‌باغی خائن به دنبال ضحاک مانند میرند، درست در همون راهی که این ضحاک بوده، درست از همون جامیان. یعنی اینو که تاریخو که نگاه میکنین، چرا از اون جامیان؟ چون فرهنگ دگرگونه، با فرهنگ و آموزش های دگرگون اینها میان و فرهنگ ما رو به زیر پای خودشون میکشونن و له میکنن، که ما خواهیم دید. خب به سر بر نهاد افسر تازیان، بریشان ببخشید سود و زیان، یا پریشان ببخشید، هر دو اومده که بریشان باید باشه. چو ابلیس پیوسته دیدان سخن، یکی بند بد را نو افکند بوند. خب همواره اگر ما خودمونو بفروشیم، گام به گام میاد. شاید فردوس، شاید قره‌باغی هنگامی که رفتن گمان کردن خب حالا مهم نیست، برن ببینن چگونه است، شاید بیان آگاهی اونا رو به خود پادشاه ایران یا به ارتش ایران یا به ضد اطلاعات ایران بگن. تو گامی که در راه ناسواب، نادرست، ناروا گذاشته شد، میره دیگه، پایان نداره، مانند قاچاقه. این میره و آلوده میشه و گرفتار میشه و ابلیس هم میبینیم گامی دومو برداشت. این درس ها رو جای دیگه پیدا نمی کنیم. چو ابلیس پیوسته دیدان سخن، اون کاری که گفته بود و باش پیمانی که بسته بود و بازش هم دوباره پیمان گرفت، یکی بند بد را نو افکند بون. به دو گفت گر سوی من تافتی، زگیتی همه کار دل یافتی. اگر همچنین نیز پیمان کنی، نپیچیز گفتار و فرمان کنی، جهان سر به سر پادشاهی تو راست، دد و مردم و مرغ و ماهی تو راست. و میگه که تو اگر که همچنان که دیدی و به سخن من گوش دادی و به اینجا رسیدی، اگر باز با من پیمان بکنی و سخن رو من دنبال کنی، همه پادشاهی تو راست. و راست هم میگه، پیمانم باش میبنده دوباره و میاد و ایران رو میگیره. خب این ابلیس اونجا که کار میکنه، میاد با اون روحانیان ایران و دانشه اون رو هم کار میکنه. این کار ابلیسیه، کار نارواست، کار ناپسنده، و میاد و روزگاری رو به بار میاره که
در آینده ببینیم چی میشه. من داستان رو در همین جا به پایان میبرم. از آقای کارگردان خواهش بکنم کتاب ها رو اگر دم دست دارن پخش بکنن، کتاب ها رو که در دسترس تلویزیون ایران آریایی هست و شما میتونید از اونجا به دست بیارید. من چند تایش رو به شما نشون میدم. باز هم اونا که در دسترس هست، یکی داستان سهراب و گردآفرید که در دسترس هست. این داستان سهراب و گردآفرید رو به نوشتار معمولی و نصر روان همش ایرونیه، بدون هیچ واژه تازی براتون میخونم یکمشون. سهراب کمندش را برداشت و مانند شیری دلیر به میان آنها رفت. هر کدام را که میپسندید با دوال یا کمند میگرفت و با دست بر پشتش فشار میآورد تا اگر این به این گونه نوشته در زیرش هم سرود اومده. چو بشنید مادر چون این اسب سر به خورشید تابان برآورد سر. بر هر اسبی که دیدی به نیروی و یار فکندی به گردش همه دوال. دوال یعنی کمند. نهادی برو دست را آزمون شکم بر زمان زمین بر نهادی هایون. پس این کتاب رو میتونید در دسترستون باشه. آموزش زبان دوستانی دارن آموزش زبان رو از روی این میدن به فرزندانشون. همین کتاب به زبان سوئدی هست که امیدوارم به زودی هم به زبان بلوچی در بیاد، هم زبانهای دیگر ایرانی، هم به زبان انگلیسی. این هم باز در دسترستون هست. کتاب دیگر آموزش زبان فارسی هستش که این درس میهن پرستی میگه و همش با سروده، یعنی شعر و سرود فرزند از بر میکنه و پس از اون میتونه یاد بیاره. برای نمونه این سرودی که اگر توی یوتیوب بزنید پرچم رنگی، یکی از اون کارها هست. پرچم رنگی خوب و قشنگی، سرخ و سبیدی، سرخی سرنگی، یه شیر خورشید رو سینه داری، یه یادگار دیرینی داری، بچه های خوب دوست میدارن، نقش تو رو در سینه میکارن. همش اینجوریه. یا شاپرکی بر گل نشست، آرام نشست پرها رو بست. همه سرودینه، سرودهای سادی بچگانه. فعل و فاعل همه سر جاش، کنشگری همه سر جاش. آرام نشست پرها رو بست، برگهای گل رو بو کشید، بوهای خوش رو تو کشید. گرده یه گل به پاش نشست، انگار گرده یه گل به پاش رسید، انگار که پاهاشو بوسید. شاپرک از اونجا پرزد، به یه گل دیگه سرزد. همه سرودینه با نقاشی بسیار ارزنده، چاپ بسیار ارزنده. چاپ این کتاب در همان چاپخانه که کتاب ایکیا رو چاپ میکنن، ایکیا رو بسیار خوبه، آسیب نمیبینه، برای بچه ها درست شده و این آموزش میهن پرستی بیش از آموزش زبان میده. کتاب اوستا، پژوهش در اوستا و آیین یا باور زرتشتی، این هم هست، به زبان فارسی هست که در دسترس شما میتونه باشه. دوستان برای من پیام داده بودید که هنگامی که میگیم هزار سال پیش با صدی نهم برای نمونه پیش از این توفیرش چیه؟ ببینید از صفر تا صد میشه صدی یک، از صد تا دویست میشه صدی دو، یعنی 150 صدی دوم یا قرن دومه. هنگامی که میگیم هزار سال پیش، یعنی اگه بخوایم بگیم صده پیرامونه، برای نمونه اگه بگیم 1050 سال پیش یعنی صده 11 هم پیش. اما اگر بگیم صده 10 هم پیش میشه بین 900، یعنی 899 تا 999. این پاسخو بدم، مجدم براتون دارم. در آینده روی زبانهای ایرانی یا گویشهای ایرانی کار خواهیم کرد و از اونها گویش ها، زبان واژه ها و زبان زد هاشون رو براتون خواهیم گفت. من بدرود میگم تا درودی دیگر. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدار و شنیدار. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.